میخوام یه مقدار راجبه اصلا چطور این نهضت پنتیکاستی به زبانها ایمان داره که اگه کسی پوری روح القدس داشته باشه نشانش تکلم به زبانهاست. این از کجا شروع شد؟ این نهضت از انگلستان شروع شد، یک بیداری روحانی اونجا به وجود اومد و بعد به اروپا و سایر کشورهای اروپایی خیلی سریع سرایت کرد. در سال 1920 ایران این نهضت رو کلیساهای ایران تجربه کردند. پس منشأ این نهضت کجا بود؟ در اروپا بود. مثلا اول از انگلیس شروع شد. اما اوایل قرن 20 بود. این خیلی جالبه. کمک میکنه که ایمانتون واقعا قوی شه برای این دریافت این روح القدس. در آمریکا یک واعظی بوده که یک کالج کتاب مقدس را میندازه، ولی تو این کالج فقط یک واحد درسی بوده. این واحد درسی این بوده که دانشجوها باید بررسی کنن کلام خدا رو، فقط کتاب مقدس رو بخونن. 40 نفر دانشجو داشته. یک روز تصمیم میگیرن دانشجو، میگن هر چی که در کلام انجام شده گفته ما باید انجام بدیم، باید به فعل در بیاد. و میرسن به اعمال رسولان، میبینن اونجا یک تجربه جدیدیه که به جز تعمید آبه، تعمید روح گفته، تکلم به زبانها گفته، چرا ما اینو نداریم؟ و بعد شروع میکنن به دعا کردن. در همین اوایل قرن 20 بوده که شروع میکنن و اولین کسی که به زبانها صحبت میکنه یک خانم به نام اگنس بوده که تو دانشجوها شروع میکنه به زبانها صحبت کرد. از اونجایی که در اون زمان تبعیض نژادی بوده در آمریکا و این تبعیض نژادی به اوج رسیده بوده، یک شخص سیاه‌پوست بوده که اونو راه نمیدادن تو اون قسمت، اون بیرون کلیسا، بیرون اون محوطه ایستاده بوده و اجازه داخل شدن نداشته. فقط نگاه میکنه میبینی چه اتفاقی افتاده. میره کجا؟ لس آنجلس، کعبه اعمال کیا ایرانیا. یک انبار کرایه میکنه، همه رو دعوت میکنه، هم سفید پوستا رو هم سیاه پوستا رو، که خبرنگارا میان میخوان این اتفاق رو تو روزنامه ها درج کنن. و یک دفعه وقتی که واقعا با ایمانی انبار رو میگیره، دعا میکنه و همه میبینه تمام این ساختمون واقعا مثل یک کبریتی که به اون زده شده بود، تمام مشتعل میشه و افراد شروع میکنن به زبان ها صحبت کردن، طوری که این گروه انقدر زیاد میشن که از تمام گروه های رسمی پروتستان که 5 تا گروه هن، این گروه خیلی بیشتر میشه و انقدر زیاد میشن که تصمیم میگیرن نهضت خودشونو ثبت کنن. و اسم این نهضت اولین بار به نام جماعت ربانی چی میشه؟ مرسده میشه، ثبت کرده میشه. یعنی 102 سال پیش. و از اونجاست که به سراسر دنیا این شیوع پیدا میکنه، اشاعه پیدا میکنه. الان قوی ترین گروه در آمریکا هست و همینطور تو انگلیس، تو اروپا، ایران، همه جا اشاعه پیدا کرده. در اروپا کلیساهای پنتیکاستی به اسم کلیساهای الیم نامگذاری شده. الیم یمانده یعنی همون جماعت ربانی. و خیلی هشدار به جای قابل توجه که نهضت کاریزماتیک هیچ ربطی به کلیساهای پنتیکاستی نداره. ولی خیلی خوبه که بدونیم پنتیکاستی ها که این نهضت رو شروع کردن و خودشون تجربه کردن، چیزی نبود که از انسان باشه. میگه تنها نشانه یه تعمید به روح القدس تکلم به زبان هاست. البته روی عطایا، نبوت، شفا خیلی تاکید دارن. فقط خوبه که بدونی سوال اشتباهی این نهضت هرگز نمیکنه، که بعضی موقع ها توی این نهضت های پنتیکاستی اشتباه کرده میشه که بعضی از خادمین، از افراد به خصوص تازه وارد ها، نو ایمان ها میپرسن آیا تو ایمان داری؟ آیا به زبان ها صحبت میکنی؟ این یک هشدار خیلی قویه که کلیسای پنتیکاستی هرگز چنین چیزی رو نمیگه، که هر کس میگه بتونه عیسی مسیح خداوند بدونه، این شخص روح القدس رو داره.
نیست؟ حتی اگه به زبانها صحبت نکنه این شخص روح القدس رو داره. زبانها تجربه دومه که بهش میگن تعمید روح، که میتونه طبق کلام خدا خیلی با سادگی دریافت بشه، نه با التماس بود که فیلمی بود التماس نکن. پس با خیلی با سادگی میشه همین امروز اینو دریافت کنیم و مواظب باشیم محکوم نکنیم. دوز بالای صلیب با زبانها صحبت نمیکرد، هیچ کاری رو انجام نداد، ده یک نداد، هیچ کاری نکه، همون لحظه تو فردوس بود. و خیلی مهمی که بدونید تو اعمال باب 1:4-6 میگه هیچ جا نرین، هیچ موعظه‌ای نکنین، هیچ کلیساهای بنا نکنین، مگه اینکه از روح القدس پرشین. پر شده از روح القدس مثل همون تعمیده، یعنی قوته بر شدن، یعنی روح القدس ما رو در بر بگیره. آمین. همچون که یک نفری که مشروبات الکلی میخوره تحت تسلط مشروبات الکلیه رفتارش عوض میشه. دیدی نمیخنده یه هوی شروع میکنه به خندیدن، حرف نمیزنه شروع میکنه به حرف زدن های اضافه. و کسی هم که روح القدس رو در بر میگیره، اگه خجالتیه دیگه خجالتش میره، اگه ترس داره ترس میره، مثل پتروس و رسولان که چهار سوراخ رو پیدا کرده بودن قایم میشدن، ولی وقتی روح القدس بر اونا اومد چی شد؟ با شجاعت اونجا ایستادن، کارایی کردن عزیزان که حتی زمانی که در مکتب مافوق طبیعی عیسی مسیح خداوند دروس میخوندن، دروس زنده با عیسی مسیح میخوندن، هرگز این کارا رو نکرده بودن. آمین. فکر میکنم برای این قسمت کافی باشه. من همیشه برای اینکه این تعلیم روح القدس رو بدم از اون خرید تو لیدل هم صحبت میکنم، ولی امروز یه چیز تازه تر بگم. این ماشین های چمنزنی، میدونین که ماشین های چمنزنی اگه تو ندونی که باید به برق وصلشه چیکار میکنی؟ هی زور میزنی، نیست؟ چون وسیله ذاتاً عزیزان تر شده که با نیروی خاصی کار کنه، نه با نیروی خودت. و وقتی این ماشین چمنزنی رو روی چمنو به زور میکشی که چمنو رو چمنزنی کنی، آخر سر چی نصیبت میشه؟ مایوس میشی، خسته میشی، داغون میشی و چقدر چمنو همجور له میشی اصلا میمونه. و چقدر عالی و آرامش دهنده است عزیزان که بعد از اینکه تلاشی طولانی کنی، سخت خسته کننده، متوجه میشی منابعی در این دستگاه در دسترس بوده که قبلا چیزی از اون نمیدونستی. فقط کافی این پریز و این سیمو چیکار کنی؟ وصل کنی. و بهتون بگم عزیزان، ایمان داره عزیز، هیچ پیشرفت قابل اعتنایی در زندگی ما مسیحی‌ها انجام نخواهد شد، نشده و نخواهد شد، مگه اینکه به این کشف بنیادی برسی که مسیح به وسیله روحش اون برق چند ولت تو ما میخواد زندگی کنه و کار کنه. آمین. در طول تاریخ میبینیم، شاهد هستیم، افراد بسیاری از انسان‌ها تو همین کلیسا هم شاید باشه، در کمال صداقت، در کمال روراستی تلاش کردن، در کمال جدیت کارهایی رو برای خدا انجام بدن، در صداقت اونا هیچ کوتاهی نبوده، در روراستی اونا، قلب اونا، محبت اونا هیچ کوتاهی نبوده. فقط اشکال عظیم کار این بوده که حضور روح القدس رو به عنوان تنها کسی که میتونه شرایط لازم رو مهیا کنه که کار خودش رو انجام بده نادیده گرفتن. وقتی در اوج خستگی کشف کنی که روح القدسه که میتونه تو رو از نقطه الف به نقطه ب ببره، این کشف میتونم بگم منجر به یه انقلاب عظیم در زندگی ما ها خواهد شد. باور میکنی؟ یوحنا 14:16-18 اگه لطف کنید کلال جان اینو بخونید با صدای بلند. یوحنا 14:16-18 و من از پدر سوال می کنم و
و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند. آمین. تسلی دهنده. 16 تا 18. از دوباره از اول پس میکنم که و من از پدر سوال میکنم تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. آمین. بیشتر تو این کلمه میخوام فوکوس کنی. از پدر سوال میکنم که تسلی دهندهی دیگر به شما عطا کند تا با شما بماند. تسلی دهندهی دیگر. اول میخوام بگم یه مثال بزنم برای این که میگه تسلی دهندهی دیگر یعنی چی. مثل این که از جنس و نوع خودش، مثل اینکه این کتابو من به کلاله کتاب مقدس دادم، میگم کتاب مقدسو برای من بیار، من یه کتاب مقدس دیگه از همون جنس به تو میدم. آمین. یعنی داره میگه من میرم، برای من، برای شما بهتره که من برم، فقط یه کسی از جنس من، از ذات من که تسلی دهنده است به شما داده میشه. به معنای یونانی اون بخوایم اشاره کنیم یعنی پاراکلیت، یعنی پارا یعنی او را، کلیت یعنی خواندن، صدا کردن، یعنی کسی که همکاری میکنه، صداش میکنی که تو رو تقویت کنه، صداش میکنی که مدافع تو باشه، مشاور تو باشه. میگه مردم دنیا به اون دسترسی ندارن، در جستجوی اون، در طوفان‌ها، در شرایط سخت، ولی خواندگی کلیسا اینه، خواندگی روح القدس اینه که بیاد در کنار تو، تو او رو فرا میخونی که بیاد در کنار تو به تو کمک کنه. میگه من از پدر درخواست میکنم، مثل این که انگار که یه میز سنگینه، اینو بارها گفتم، یه میز سنگینه و تو جونشو نداری که اینو تکون بدی، یه نفر صدا میکنی که بیاد یه طرفشو بگیره با تو این میزو حمل کنه جای دیگه ببره. تقویت کننده، کسی که قدرت میده در ضعف ها، در سختی ها، در چه کنم چه کنم های زندگیمون. عزیزان بدون روح خدا ما هرگز و هرگز نمیتونیم یه مسیحی نمونه باشیم. از این ورم چیزایی رو که بگیریم امروز گرفتیم، همه این چیزایی که خدا کرده واقعا در انسان انگار یه سوراخیه که اگه روح القدس نباشه از اون ور در میده. همیشه همیشه ما کم میاریم. یعقوب 4:5 میگه روحی که خدا در ما ساکن کرده تا به حد غیرت مشتاق ماست. توجه کنید، نمیگه عیسایی که در ما ساکنه. متوجه هستین؟ عیسی گفت من میرم تسلی دهنده رو میفرستم. میگه عیسایی که در ما ساکنه به ما غیرت داره. عیسی روی زمین نیست. 2000 سالی که در دست حضرت اعلی نشسته، امروز روز صعودشه. روزی که عیسی رفت فرشتگان این کلمات رو به شاگردان گفتن. این همین عیسایی که داری میبینی تو آسمونه، یک روزی میبینی که با ابرها باز خواهد گشت. پس از نظر فیزیکی او در ابر بالا برده شد و تمام شاگرداش و افراد رو ترک کرد و به ما این وعده رو داد که به شکل دیگه‌ای بر میگرده. یوحنا 14:18 دوباره من اینو میخونم، شما را یتیم نمیذارم، نزد شما میام. بعد از اندکی زمان جهان دیگر منو نمیبینه، اما شما منو میبینید. همه جهان عیسی رو میدید تو اون مقطع زمانی نیست، ولی الان وقتی روح القدس بیاد جهان اون رو نمیبینه، فقط منو تو میبینید. ولی بارها گفتم در واقع روح القدس یکی مطرودترین، طرد شده ترین افراد در کلیساست. چه بسیار افرادی که خود من بارها یادم میره، خدایی تو کجایی، تو کجایی، ولی او در کنار ماست. میتونه از او سوال کنیم، سوالای ما رو جواب بده، ما رو تقویت کنه.
او با حضور خودش به وسیله روح القدس در قلب‌های ما ساکنه. یکی از دلایل عزیزان که ما درست تشخیص نمیدیم که بیشتر با روح القدس رابطه نداریم، بیشتر با پدر، بیشتر با پسر، به خاطر اون تصویرهای اشتباهی که در ذهن ماست. به نظر خیلی از افراد اون وجودی مقدسه تا مقدس‌ترین شخص، و ما متوجه شاید نمیشیم او مثل، چون شخصیت منده فکر داره، اراده داره، صحبت میکنه، به روشنی تعلیم میده، میتونه غمگین باشه، میتونه عزیزا مورد بیتوجهی و توهین قرار بگیره. و اولین تصویری که ما از روح القدس داریم به صورت یک کبوتره، نیست؟ ولی نباید تو همینجا وقتی اسم روح القدس میاد به کبوتر فقط فکر کنیم. این توصیف روح القدس رو به کبوتر تبدیل نمی کنه. توصیف های زیادی وجود داره که مثل باد میمونه، مثل نمیدونم تو کلام خدا مثل گاو نر قویه. آیا این باعث میشه که یک مرد مثل یک حیوان چارپا باشه؟ این فقط یک توصیفه. در یوحنا مکاشفه 5 میگه بره‌ای ذبح شده، ولی تصویری از عیسی مسیح در ما یک جانور نیست، یک شخصیه که مثل خدا در ذات خداست. آمین. ما مثل یه بره او رو نخواهیم دید. دوم قرنتیان که بارها اینو میگیم، باب 13 آیه 14 و 10 تا دیگه آیه هم هست، چقدر زیبا پولس داره اینو به تصویر میکشه. روح القدس به ایماندارا میگه فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت و دوستی و رفاقت روح القدس با ما باشد، با شما باشد. میخوام به این توجه کنیم، مشارکت روح القدس یعنی مشتاق اینه که صمیمیت با ما پیدا کنه. یه مقدار واقعا میخوام توی یه لحظه راجع به این فکر کنیم، این شراکت، این شراکتی که پولس بارها میگه چیه؟ معنیش چیه؟ 4 تا جنبه داره عزیزان. اگه واقعا ما روح القدس رو در این جنبه ها، در این حوزه ها بشناسیم، من قول بهتون میدم هیچ وقت ما اینقدر احساس خلأ، توهی بودن، تنهایی احساس نمی کنیم. این شراکتی که روح القدس میگه 4 تا قسمت داره، در 4 بود به تصویر کشیده شده. یعنی رابطه، شراکت یعنی رابطه با تو داشتن، در میان گذاشتن با هم دیگه، 2 همکاری با هم دیگه، 3 رابطه مثل دو تا دوست نزدیک، 4 اتحاد دو طرفه و نزدیک منجر به صمیمیت میشه. وقتی میگه شراکت روح القدس با شما باشه، یعنی این 4 تا قسمت رو ما باید تجربه کنیم. آمین. میخوام کوتاه کوتاه به این قسمت ها توجه کنیم. رابطه، مصاحبت، در فرهنگ لغات میگه مصاحبت. هرگز عزیزان انتظار نداری با کسی همراهی کنی که هرگز از برنامه ریزی های تو اصلا مطلع نیست، از همدیگه مطلع نیستی، درسته؟ همراهی کردن مشروط با چیه؟ رابطه داشتن. که مطلع کنیم از همدیگه، وقتی تو میگی با اون مثل یک دوست رابطه برقرار میکنه، اونم عمقهای خودشو با ما در میون میذاره. اعمال باب 20 آیه 23 که میدونم بعدم اینا رو همه رو میریم، من فقط گزینه ای از اون رو اشاره میکنم، میگه در هر شهر روح القدس هشدار میداد که زندان، سختی در انتظار توست. این داره به چی اشاره میکنه؟ رابطه داره با پولس. داره میگه پولس ارتباط مداوم داره، در سفر، در خدمت یک رفیق داره که داره به او هشدار میده، ببین زندان در انتظارته، سختی در انتظارته. روح به فیلیپوس چی میگه؟ برو نزدیک، برو تا به اون عقربه برسی. و باعث میشه روح القدس که به او رابطه داره که این بشارت عظیم و خاجش سرای حبشی بده. یادم قبل از اینکه یک رابطه‌ای با روح القدس
واقعا تجربه کنم عزیزان، از تجربه خودم میگم. فقط مسیحی شده بودم، مسیح نجات دهنده است. میام کلیسا، تو پاتوق مسیحیان اومدم، اوکی چقدر عالی، الان دیگه یه جایی هستم که جمع میشم، ولی هیچ وقت این رابطه، این قدرت هم در نهایت تو من نبود. همیشه اولین چیزی رو که احساس میکنم احساس تنهاییه، همیشه. با اینکه خیلی خودم فکر میکردم و همه این اذعان رو داشتم که من چقدر شجاع و مستقلم، ولی یادمه به حضور افراد اطرافم محتاج بودم. یعنی دو روز اگه تنها بودم میمردم، یعنی چند نفری باید دو احساس امنیت میکردم وقتی افراد دورم هم. ولی الان خودم مشتاق تنهایی میبینم، چون رفاقت با روح القدس تمامیت وجود منو پر کرده. واقعا لهله میزنم کی با او تنها باشم. و نه فقط اشتیاق تو عزیزان، شاید الان اشتیاق نداشته باشی، اشتیاق روح القدسی که میخواد با تو رابطه داشته باشه. یک لحظه الان چشماتو ببند و واقعا به این فکر کن که روح القدس میخواد دوست تو، رفیق تو باشه، شریک تو باشه. چشماتو لطفا ببند. آمین عزیز. بذار این کلماتی که دارم میگم واقعا فقط نذار تو ذهنت باشه، بذار در قلب تو گسترش پیدا کنه که این آفریدگار عالی هستی میخواد با تو رابطه داشته باشه، وارد یک رابطه گفت و شنود، داد و ستد. آمین. آمین. دومین تعریف در میان گذاشتن با یکدیگره، یعنی در تبادل فکری و احساسی. پربارترین عزیزان، زمانی که با دوستای صمیمی خودتون بودین چی بوده؟ دوستای صمیمی ها که شاید چند سال صمیمی ان، اصلا هیچ اعتباری هم نداره که تا آخر عمر صمیمی بمونن. این بوده عزیزان که عمیق ترین و صمیمانه ترین مسائل قلبتون رو با اون در میون گذاشتین. درسته؟ تو با هر کسی نمیتونی حرفای دلتو بزنی، چون ممکنه درک نکنن، ممکنه مسخره کنن، ممکنه مثل من الان معذرت میخوام، دو سه نفر اومدم با من حرف بزن، گفتم واقعا ظرفیت من برای اینکه بخواین حرفای دلتونو به من بزنین تکمیله. خیلی خوبه با خادمینه دیگه صحبت کنی. ولی اون کسی که با ما صمیمی، قلب ما رو میشناسه عزیزان، روح القدس عمیق‌ترین افکار قلب ما رو میشناسه. و چقدر خوبه این دوست، این یاور رو بشناسیم. در کلام خدا میگه مرواریدهای خود تو جلو هر کسی ننداز. انسان‌ها تا آخر عمر هم دیگر رو ناامید میکنن. حتی احتیاج نیست هی بگی وای به فلانی به من بدی کرد. مشکل خودته که هنوز با خلأهای درونی خودت روبرو نشدی، ولی خدا میخواد تو رو پر کنه. آمین. خدا میخواد اون مرواریدهای قلب تو در حضور او، در روح القدس، به واسطه روح القدس بریزی. مقدسی بود که در عهد عتیق فریاد میزد، آیا ای خدا میتوان عمقهای تو رو تفحص کرد؟ این ایوب بود. آیا یه روزی میشه عمقهای تو رو تفحص کنیم؟ اما به دلیلی که اون موقع روح القدس انقدر قوی نبود، بعد میبینیم پولس به خاطر اون صمیمیتی که با روح القدس داشت چطور با هیجان میگه، میگه ای خداوند تمام اون چیزهای عمیقی که مخفیه تو توسط روح خودت بر ما آشکار میکنی، چون که روح خدا حتی عمقهای خدا رو برای ما میکاوه. همین چیزی که ایوب ناله میکرد، یادتونه همین الان گفتم، فقط ما در عهد جدید اینو تجربه میتونیم شخصی بکنیم. الان این خواهر خدا رو تجربه کرد، روح القدس تجربه کرد. آخه کسی که با خدا اینجور ملاقات کنه دیگه، کسی که به یه آب شفاف، به یه اقیانوس رسید، دیگه خودشو با آبای گلالود و مقطعی اینقدر سرگرم میکنه. دوباره میخوام
یه لحظه چشمامونو ببندیم به اون واقعیت‌های عمیق تعمق کنیم که روح القدس میخواد عزیزان چنان صمیمیتی با تو داشته باشه که حتی صمیمی‌ترین افراد نتونن با تو داشته. اگه تو یک بار صمیمیت با روح القدس تجربه کنی اینقدر آویزون این و اون نمیشی و بعدش هم زخمی و عبوس یه گوشه بکشی خودتو. ای روح القدس امروز قلب ما حک کن که تو بهترین دوست هستی و شخصی هستی که میتونیم خدا و عمیق‌ترین رازهامونو با تو بگیم. آمین. و سومین تعریف همکاری. روح القدس و ما مصلحت دیدیم که باری روی شما نذاریم. چقدر زیبا در انطاکیه پولس و برنابا در اون حوزه در اون اورشلیم اون اساسنامه‌ای که تهیه شد به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه پولس و رسولان با روح القدس همکاری کردن. روح القدس یه دیدگاه خاصی داره نسبت به خدا و عمق‌های خدا و میخواد در پادشاهی خدا رو توی کلیسا پیاده کنه. وقتی که یه خادم، وقتی یک شخصی با روح القدس شریک میشه در کار پادشاهی خدا، خدا ایده هاشو با ایده هاشون شخص رو احاطه میکنه. آمین. با ایده هاش جلو جلو میره و اون شخص رو در نور و روشن. حتی من تجربه کردم، من تجربه کردم عزیزان، حتی اگه در تاریکی تجربیات سخت ساکن بشی، در اون تاریکی روح القدس به تو راه و چاه نشون میده. آمین. در عهد عتیق میبینیم ابراهیم، خدا اومد چیکار کرد؟ روح القدس اومد نقشه‌شو برای صدوم چیکار کرد؟ به ابراهیم مکشوف کرد. درسته؟ خدا تصمیم گرفت که با ابراهیم مشورت کنه. در مورد موسی میبینیم میخواست اسرائیل رو هلاک کنه، فقط با موسی همکاری کرد. روح القدس میخواد با ما همکاری کنه برای اینکه پادشاهی و ملکوت خدا روی زمین مستقر شه. عزیزان، آیا رفیقهایی هستن؟ آیا رفیقهایی وجود دارن که با هم دیگه همکاری نکنن؟ آیا رفیقهایی وجود دارن که نقطه نظرهای همدیگه رو نفهمن؟ چند لحظه دوباره، ای خدای عظیم، آرزوی تو ای خدا اینه که به واسطه روحت، آرزوی تو عیسی مسیح اینه که به واسطه روحت خداوند اون شراکت در سه بود و خداوند تک تک ما تجربه کنیم. ای خدای عظیم، ایمان دارم خداوند که تو تشنگان خودتو میبینی و امروز سیراب میکنی. آمین و آمین. اون اتحاد دو طرفه خوبه که بدونین تبدیل به چی میشه؟ صمیمیت میشه. این اتحاد دو جانبه رو در بعضی از ازدواج ها میتونیم ببینیم. زن و شوهرهایی که نه فقط در خلوت، اون اتحادشون همه جا دیده میشه، همه جا قابل دیدنه. در مورد روح القدس هم همینطور، وقتی که ما با روح القدس رابطه و صمیمیت داریم، وقتی در مورد هر چیزی که حرف میزنیم نمیتونیم، روح القدس یادمون میاره. روح القدس مثل اون زن شوهرهایی که با هم صمیمین، دیدین یه موقع یه اشاراتی به هم میکنن، مثلا اوائل من با آلبرت مثلا چیزی بهش میگفتم، مثلا یه اشتباهی چیزی، مثلا یه سغلمه بهش میزدم، یه اینجور یه های جلو همین میگفت چرا چیه، چرا یه ابرو میندازی؟ به روی منو برد. چیه، چی کارم داری؟ پاشو میکشیدون برمیفتم بعد یه اوی داد میده. آها، یه جمله بد گفتم، خرابکاری کردم. میگفتن خودم هم میخوام یواش یه چیزی به اون بگم، ولی الان بیشتر چشم و ابرو هم دیگر رو، علم و اشاره هم دیگر رو میشناسیم. و ما هم با روح القدس وقتی که اون مشترکت نزدیک رو داریم وارد اون صمیمیت میشیم و در نهایت علم و اشاره های روح القدس و اون نفس گرم و هستی بخشش رو چیکار میکنیم؟ متوجه میشیم. شاید افرادی باشن توی کلیسا
که میگن اگه فقط میتونستم با عیسی راه برم، اگه فقط الان خدا جلوم بود. خیلی هم میگین الان دستم به تو نمیرسه، چقدر از این حرفا میزن، چه سوالایی ازش میپرسن، چرا من تو این مشکل گذاشتی، چرا باید من دوباره این تجربه رو بکنم. خود من بارها گفتم خدای دیگه نمیتونم، ولی خیلی هم میخوام روحانیش کنم، منتظر خداوند هستم، با ابرها بیا اول همه منو با خودت ببر. حالا میخوام از خیلی چیزا فرار کنم، راست بین خودمون باشه. یادم میره که پولس گفت مرا زیستم مسیح هست، مردن نف. اصلا زیستم میستن و نف و اینا حالیم نیم، فقط میخوام برم راحت شم. و این نشانش چیه؟ نداشتن صمیمیت با روح القدسه. صمیمیت با روح القدس. یوحنا باب 16 آیه 7 لطفا کلال جان. سری. و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. عزیزان چقدر زیبا میگه به شما راست میگم، انگار تا حالا چند تا دروغای قلم سلمبه به شاگرد گفت. نه واقعا میآیم که قربونت برم، آخه ما این همه داریم دروغ و نکوهش میکنیم، الان چی میگی پس تا حالا دروغ میگم؟ 3.5 سال با شاگردان بود، هیچ وقت دروغ نگفت، هیچ وقت. اما میخواست به اونا بگه که انقدر شگفت انگیز این چیزی که دارم میگم، انقدر عجیب و عالیه، میخواست توجه اونا رو جلب کنه. برای همین با این مقدمه شروع شد. باور کنید به جان پدرم قسم، به این کلام قسم، به جان هر چی من به شما راست میگم، باور کنید. ببین بچه ها، تو رو خدا میخواست تکونشون بده، من دروغ نمیگم، یه کمی تفکر کنید. چرا واقعا بهتر بود که او بره؟ زمانی که با شاگردا بود، عمیق‌ترین اسرار پادشاهی رو به اونا میگفت که هیچ کس حالا نشنیده بود، چه تعلیمات غنی که هیچ کس ندیده بود، چقدر بیماران رو شفا میداد، مردگان رو زنده میکرد، ارواح شری دیگه چی میخواستن، قرض ها و مالیات ها رو پرداخت دیگه چی میخواستن، قربونت همینجا بمون، اصلا روح القدس چیه، ما همین کفایت میکنه. اما اگه عیسی بر روی زمین باقی میموند، عزیزان ما میخواستیم با اون رابطه داشته باشیم، چی میشد؟ باید میرفتیم، آفرین، اولی بلیت هواپیمای گرون میخریدیم، هممونم که واردیم نداریم، به خدا نداریم، بعد بهتر اصلا نریم اورشلیم، از همین جا دعا میکنیم. هر جا که چی میگن ایرانیا، من اونجا نیستم اما دلم اونجاست. در روح باشه، شما بریم پول دارین، من همینجا میمونم. اولین کاری که میکردیم باید یه بلیتی میگرفتیم میرفتیم تل‌آویو، بعد سوار یه ماشین میشدیم با اون جاده ها میرفتیم کجا، تو ناحیه جلیل، بعد میرفتیم میبینیم 1000 نفر منتظرن نیست، بعد اون پتروس اینجوری که اونجا و پسران رد اون جلو ایستادن، یوحنا و کی یعقوب، خواهش میکنم الان نوبت شما نیست، برین یه هفته دیگه نوبتتونه. درسته غیر از اینه، اما زیبایی روح القدس اینه عزیزان، زیبایی روح القدس در هر لحظه شبانه بود، هر دفعه که توجه کامل تو به طرف او انقدر نامحدود، انقدر عالی یافت میشه، مددکاری که در تنگی ها و فورا یافت میشه عزیزان، حتی اگه اوضاع زندگی تو رو عوض نکنه، همون لحظه باور کنی یه موقعهایی هیچ چیزی هم عوض نشده، اصلا من نتونستم دعا کنم، فقط نشستم ناله کردم، ای روح خدا، ای روح القدس، ای یاور، ای تسلی دهنده، منو تسلی بده. باور کن نفسم بالا اومده، پا شدم، جونم تازه شده. وقتی روح القدس با ما حرف میزنه عزیزان، در واقع عیساست. آمین.
و الان برای اینکه یکم می‌بینیم دارین اکوه احساس می‌کنید دارین بالا می‌رین جلسه قبلی احساس کنم وسطای کوه رسید الان دارین همینجوری بالا می‌رین تو یوحنا 16:12 این خیلی عالیه اینو گوش کنید و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل آنها را نداریم خیلی چیزا دارم بهتون بگم الان طاقتشو نداره چقدر این بیچاره ایسا جز میزد که یه ذره امورات الهی رو به اونا بگه فقط میدونست با درک طبیعیشون نمیتونن اسرار خدا رو بفهمن دیدین تو موعظه موعظه ها خیلی میاد از یه ساعت موعظه یهویی میگه این یه دونه میگم این همه یه ساعت اقلا دوتا شده یه ذره دلم خوش باشه یا اصلا موعظه رو چرا؟ به خاطر اینکه با اون درک طبیعیش وارد شده واقعا از صبح روح القدس رو دریافت نکرد با پوری نیمده عزیزم ما 3 سطح رابطه داریم پایین ترین سطح رابطه داریم تو رابطه با روح القدس میخواییم جلو بریم دیگه آمین؟ پایین ترین سطح رابطه چیه؟ فیزیکی یه رابطه طبیعی خیلی ازدواجا که بسیاری از ازدواج به جدایی و طلاق منجر میشه تو این سطح هم پایین ترین سطح رابطه سطح بعدی تو حیطه جان و شخصیته درجه ای که کی رسید داوود و یوناتان جان یوناتان به داوود چسبیده بود محبت تو یوناتان عجیبتر از محبت زنان است و چقدر من دلتنگ تو هستم ولی اونا هیچ رابطه فیزیکی با هم نداشتن ولی یک رابطه عمیق‌تر بود که از اون سطح اولی یکم عمق گرفته بود اما بالاترین درجه رابطه روحانی همون رابطه یه که پولس به شناخت اون نایل شد عزیزان که هرگز پتروس و پتروس ها به اون نایل نشد اگه میخواست پتروس از خاطره شناخت عیسی پا جلوتر بذاره باید در روح رو میشناخت پتروس در جسم رو شناخت بعدش پوری روح القدس رو دریافت کرد ولی پولس یک رابطه یک ملاقات با کی داشت؟ با روح عیسی داشت آمین؟ اگه میخوام خدا رو صمیمانه بشناسیم و درک کنیم باید بدونیم بزرگترین برکتی که به ما داده شده که خدا خودش رو نه در جسم بلکه از طریق روح القدس بر تک تک ما آشکار کنیم اگه میخوام خدا رو صمیمانه بشناسیم باید اینو درک کنیم و دنبالش مثل اون آهوی تشنه باشیم نمیدونم چقدر هیجان زده هستی چقدر واقعا هیجان تو قلبت بعضیا این هیجان رو دارن چون یه اقلا یکم تجربه کن که ما چه خدای بی‌نظیری رو داریم خدمت میکنیم او بیشتر از این که ما بیشتر از این که مشتاق باشیم او مشتاقه که ما او رو از راه عمیق‌تر ملاقات کنیم آمین امیدوارم که تک تک ما این فریاد مثل پولس در قلب ما باشه برای این صمیمیتی که با روح القدس دائما فریاد میزد واعظی اینطور تعریف میکنه که من اعتراف کرده بودم واعظ بود ها که عیسی مسیح خداونده توبه کرده بودم عیسی رو به عنوان خداوند به او ایمان داشتم من ایمان داشتم که خدا او رو از مردگان برخیزانیده من نجات یافته مطمئن بودم کلام رو کاملا تایید میکردم که از روح خداست روح هستی بخش خداست که بر او دمیده هیچ چیزی از انسان توی کلام نیست اما این واعظ میگفت همیشه خدا رو دور از دسترس میدیدم وقتی کلامو میخوندم انگار در مه بود درکش نمیکردم عزیزان کسایی هستن بین ما بارها بوده
فکر نکنین الان یه مثلا پرشی بر روح القدس دیگه تموم شد. پولس میگه این یه فرمان هر روز است، هر روز باید در روح القدس پرشیم. امروز ما اینو تجربه میکنیم که هر روز وقتی یه چیزی رو که تجربه کنی، یه غذای خوشمزه بچشی و ببینی خدا چقدر نیکوست. آمین. دیگه میشه دست از او برداری. در موقع این واعظ میگفت کلامو درست درک نمی‌کردم، در مقابل شرایط زندگی که برام به وجود میامد، شکست‌ها، بادهای مخالف، خودمو بیاور، شکست خورده، ترسون، لرزون، یه گوشی جمع می‌شدم، با اینکه واعظ بودم و کلام خدا رو می‌فهمیدم، ولی در گذر زمان با افرادی ملاقات کردم که کاملاً زندگی روحانیشون با من فرق می‌کرد. اونا به یه صورت، به یه گونه خیلی زیباتری و شخصی‌تری با خدا مراوده داشتن، شهادت‌های خیلی عالی می‌دادن و من خیلی گیج بودم. چرا من همش در سکوتم؟ چرا هیچ شهادتی در زندگی من نیست؟ چرا اینقدر اونا قوی خدا رو تجربه می‌کنن؟ و من بعد از گذشت زمان وقتی خودم وصف کردم، از تجربیات اونا دریافت کردم، فهمیدم رابطه‌ای وجود داره که هرگز و هنوز من اونو تجربه نکردم. عزیزان متوجه هستین؟ آیا کلام برای شما مکاشفه میشه؟ آیا تعمیر ذهن دارید؟ اگه اینجور باشه که روزی باور کنی من وقتی تعمید روح القدس گرفتم، هیچ وقت یادم نمیره. دو تا مشخصه خیلی مهم داره به جز زبانها. یکی اشتیاق شدید برای کلام. یادم تا 3-4 باور کن چشمامو اینجوری میگرفتم با عشق، یعنی کتاب مقدس اولیمو بیاری، آب دماغ، آب عشق، نمیدونم هر چی که بگی، یهوی هیجان زده میشدم، ماچش میکردم و یه محبت خیلی عظیم در قلبم برای انسانها. دوباره ضعیف میشدم، دوباره بی محبت میشدم، دوباره کلام تیرو تار میشد، ولی فهمیده بودم کلیدش کجاست. عزیزان برای همین اعمال رسول ها میگه هیچ جا نرو، موعظه نکن، کلیسا بنا نکن تا اول تو تعمید روح القدس رو بگیری. کلمه تعمید چیه؟ یعنی قوته ور شدن، در بر گرفتن. و چیزی که خیلی مهمه، بازم گفتم، یک انتخاب نیست بلکه یک فرمانه. تو اگه تعمید روح القدس، بعضی میگن به زبان هم از صحبت میکنم، ولی هیچ میوهی در اونا دیده نمیشه، هیچ تر و تازه. این مانه 20 سال پیشه. خدا میخواد هر روز تو پرشی. این فرمانیه که پولس داده برای منفعت ما، برای حفاظت ما، برای خیریت پادشاهی خداوند. عیسی مسیح خداوند با 500 نفر ظاهر شد، فقط 120 نفر این عطیه عالی رو گرفتن. چرا؟ چون این فرمان و سبک سرانه با بهانه جویای بی خود باهاش برخورد کردن و رفتن. فقط 120 نفر بودن که تو این بالاخانه نشسته بودن. یهودیایی که از تمام جهان به این جشن اورشلیم، این روز پنتیکاست اومده بودن، اونجا دیدن و تعجب کردن وقتی روح القدس اومد، چطور اونایی که در بالاخانه ان چطور دارن صحبت هایی میکنن وقتی روح بر اونا قرار گرفت. شگفت زده فریاد میزدن و صحبت میکردن و افرادی که دور و بر اونا بودن گفتن این به چه معناست. اینقدر شگفت زده شده بودن چون به زبانهای اون ملتهایی که اومده بودن داشتن به اون زمانها به زبانها صحبت میکردن. و پتروس که پر شده بود ایستاد، عیسی همین عیسایی که خدا رو برخیزانید و همه ای ما شاهد هستیم، او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرد و این را که الان میبینی و الان میشنوی فرو ریخته است بر شما. آمین. توجه کنیم، وعده روح القدس چیزی که ما میتونیم ببینیم و میتونیم بشنویم. به خودت بگو ببین و بشنو، ببین و بشنو. آمین. و
جماعت حاضر که این چیز رو دیدن در ریش شدن. چی کار باید بکنیم تو اعمال 2:38-39؟ گفته این وعده یه برای شما، برای فرزندان شما، هر کی که نام خدا و خدای ما رو میخوانند، این وعده مال اوست. آمین. و میگه عده‌ای که این رو شنیدن دیدن، دوباره تو اعمال باب 2:38-39 دیدن و شنیدن که گفت این وعده برای اونایی که فرزند خدا هستن، اونایی که به خدا نزدیک هستن. آمین. خیلی خوبه این اعمال باب 2:38-39 یه بار بخونیم. پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. آمین. در هر مورد وقتی تو اعمال رسولان میبینیم تجلی پر شدنه مردم از روح القدس با شنیدن و با دیدن همراه بوده. آمین. بعدم میتونیم بریم بخونیم، واقعا نمیخوام خستتون کنم، تو اعمال باب 8:14-16 وقتی سامریان اتون پر شدن، اعمال باب 8:17-19 دوباره اینجا میگه اومدن دست ها بر افراد گذاشتن و افراد پر شدن، اما اینجا میگه شمعون دید که روح القدس بر اونا عطا شده، یعنی یه تجلی آشکار بوده که شمعون اینو دیده، دیده که همه دارن به زبانها صحبت میکنن. آمین. و اولی سوالی که برای نو ایمانا خیلی مهمه، برای نجات یافتگان، این سواله که واقعا خودمون بپرسیم و خادمی اینا رو یاد بدن که اجازه ندن این افراد به خودشون و ما به این افراد این ظلمو بکنیم که یک ساعت بدون پوری روح القدس زندگی کنن. میبینی تو اعمال رسولان وقتی پولس میره، وقتی شاگردان میرن تعمید روح القدس میگیرن، تعمید میگیرن، میگن از روح القدس پر شدین؟ سوال، اولین سوال از روح القدس، میگن نه، شروع میکنن به دستگذاری. اونجا میشه که به زبانها شروع میکنن به صحبت کردن. آمین. آمین که بین ما یک نفر نباشه که امروز بدون دریافت این پوری اینجا رو ترک کنه. آمین. و شاگردانی بودن که در مورد روح القدس اصلا نشنیده بودن، فقط تعمید یحیی رو داشتن و پولس میگه اینا نجات پیدا کردن فقط از طریق عیسی مسیح خداوند، از طریق اون تعمید گرفتن، ولی الان به عیسی مسیح ایمان آوردن. ولی وقتی دست‌ها بر اونا گذاشته شد، چون شنیدن که در نام عیسی مسیح نجاته و دریافت روح القدس، اونجا میگه پر شدن. هنگامی که پولس دست بر آنها نهاد، اونا به گونه‌ای به زبان‌های دیگر شروع به سخن گفتن کردن. در مورد شاهدان در کتاب مقدس و هر جایی که پوری روح القدس تجلی وعده خدا دریافت شده، دیدن و شنیدن. عیسی میاد عزیزان به وسیله روحش تا زندگی ما رو متبدل کنه، در ما زندگی کنه. آمین. مسائل الهی رو روشن کنه و دوست، یاور و رفیق ما باشه. و دوباره در جای اعمال 10:44-46 میگه این سخنان بر دهان پتروس بود که روح القدس بر اونا نازل شد و اونا شروع کردن با پوری روح القدس زبانها رو دریافت کردن. آمین. من فکر میکنم یک رو